شروع کار امام زمان روز عاشوراست. یعنی 4 ماه امام زمان ظاهر مشهور میشناسن میبینن اعمال انجام میده نماز میره میاد همه میبینن میدونن که آقا امام زمان کار شروع خواهد کرد. شروع کار روز عاشوراست. اون وقتی که امام زمان سلام الله علیه میخواهد از مکه حرکت کند بیاد مدینه برای اجرای برنامه ها و همونایی که میدونید و قاصبین و از قبل در بیاره و آتش بزنه بود و و و و و این سید حسنی خراسانی را جای خودش تو مکه میگذاره به عنوان استاندار خودش، جانشین خودش، قائم مقام خودش، نائب خودش، نائب خاص اون نائبه میذاره جا خودشو میاد. وقتی که رد میشود از مکه میاد بیرون به سمت مدینه، وسط راه که میرسد نیروهای امام زمان میرسن میگن یا ابن رسول الله، همین هایی که الان تو مکن، همین وهابی ها، این سید اولاد زهرا را که نائب مناب و نائب خاص امام زمان است بین رکن و مقام، یعنی انشاءالله مکه مشرف بشی مقام ابراهیم اونجاست، اینکه دیوار کعبه باشه فرض کن، حالا طوری هم نیست از آخونه امام جماعت است ایش طوری نیست، اینجا که مقام ابراهیم باشه حجر الاسود اینجاست بین رکن و مقام، تو این وسط زنده سر میبرن. قتل نفس زکیه بین رکن و مقام از علائم حتمی ظهور امام زمانه. امام زمان بر میگرده و انتقام میگیره، سرکوب میکنه، اینا زیر بار نمیرن، تسلیم نمیشن، تسلیم نمیشن. حال دوم مسلم ابن عقبه را با 10,000 لشکر خونخواره حرامزاده شرور خبیث فرستاد مدینه را قتل عام کرد. 10,000 نفر، 700 نفر از مهاجر و انصار اصحاب پیغمبرا تو مسجد سر برید، اسبا را تو مسجد بستند، خون قبر پیغمبرا گرفت، اسبا تو مسجد کسافت کردند. دیگه حالا منبر است و ضبطم میشه باستر نمیتونم حرف بزنم اینجوری. بعد گفت 3 روز تمام زنان مدینه به لشکر مباح، 3 شبان روز ناموس مدینه از دست لشکر این مسلم العقبه، لشکر عرب وحشی جنگی که از شام تا مدینه 3,000 کیلومتر و 4,000 کیلومتر اومده بود، 6 ماه بود زن ندیده بود، ریختن به جان ناموس این مدینه. سر 9 ماه 10,000 اولاد زنا تو مدینه به دنیا اومد. به جون خودم همه وهابیات میگویم و میآیمش از عهده برون، اگه حلال زاده بودن با اولاد زهرا اینجور نمیکردن، اگه حلال زاده بودن اینجوری شیعه سر نمیبریدن، حلال زاده اینجوری شیعه سر نمیبره، حلال زاده نیستن که اینجورن وحشیان. اینقدر مردم گودال قتلگاه خیلی گود بوده، برید سفرنامه ناصر شاه را بخونید، ناصر شاه افشار را، ناصر الدین شاه را برید بخونید، ببین چقدر قتلگاه گود بوده. زینب وقتی اومد تیت تا در اینجا از چوب و سنگ پره، میفهمی؟ چقدر وحشی، چقدر بیشعور، چقدر دور از انسانیت، چقدر دور از بشریت و مروت. بگم مثل حیوانن، به خدا جفاس به حیوان، به خدا به پلنگ و گرگ جفاس. اگه آدم بگه اینجورا، گرگ حمله میکنه گردن گوسندو میگیره جر میده و میذاره و میره، اما اینا همینجور بودن، اینا اومدن اضافت کردن، اینا اومدن اضافت کردن، اسلاما اینا آوردن برا ما. تو خدا ببین به چی افتخار میکنن، چی افتخار میکنه؟ اسلام ما آوردیم، اسلام ما بود. روز عاشورا همین مسلمونا، همین هایی که میگفتن اشهد ان لا اله الا الله، همون هایی که پیغمبر، قرآن، اسلام، کعبه، نماز، روزه، خمس، حج، جهاد و و، همون هایی که جنگیدند و اسلام ها به ایران رو بردن، همون ها، همون هایی که حالا افتخار میکنن میگن ما اسلام به ایران رو بردیم، همون ها. یکی دیگه نوا آقا من و عمو من نبا، همونا علائم قرب ظهور، علائم عصر ظهور، علائم عصر ظهور فرمودن که زناشون
کاسیاتون آریات. الله اکبر از این حدیث. اونقدر علامه تقلا میکنه حدیثو معنا کنه، میگه کاسیاتون آریات پوشیدن اما برهنند. هی علامه میگه که اگه پوشیده است، خب الان من پوشیدم خب برهنه نیستم، پس اگه برهنم خب پوشیده نیستم، چه جوری میشه آدم هم پوشیده باشه هم برهنه؟ الله رفتم سر قبرش گفتم علامه مجلسی خدا رحمتت کنه پاشو بیا چهار باغ ببین، پاشو بریم فرودگاه اصفهان و مشهد و تهران و شیراز ببین چه جوری هم پوشیده است اما از برهنه بدتره، موی سرش رو سریش دردن کت خدا را ببنده، دردن کت خدا را ببنده. فرمودن زنان قبل از ظهور امام زمان موهاشنا مثل کوهان شطور رو سرشون، فرمودن زنان قبل از ظهور ما سوار زین میشن، سوار اسب میشن، سوار زین میشن. فرمودن عمراشون زنه، کارهایی که عقل مردا زیرش خمه زن میره زیر بارش، کمر مردا میشکن نمیتونن تحملش کنن، هضمش کنن، حلش کنن، ببرنش، زن میاد زیر بار. فرمود مردا زنا شریک تجارت مردا میشن. کاسیاتون آریات هم پوشتن هم برهنه. تاجه که هرچی از کرد فرمود قولت المنارات، منار می ساختن برای اینکه چراغ توش روشن کنن، آویزون کنن که کاروانی که پیاده از اصفهان میره مشهد، مناره که میبینه بفهمه اینجا شهر است و نزدیک شد و به شهر نزدیک است محمد پیدا کنه. حالا که دیگه با هواپیما اصفهان میپره یه ساعت بعد مشهد میشینه زمین، منار بخوام چیکار؟ اینم 90 متر، 100 متر، 200 متر، 50 متر. طولت المنارات، زخرفت المساجد، مساجد اونقدر زینت میکنن اما همچه که میریمونه نماز خونه به درخور یا خیلی نماز خونه به درخور توش نیست. کاجه کرچی هست کرد نماز خونه به در نماز خونه که ربا. فرمودن قبل از ظهور امام زمان، گوش گوش گوش، فرحدیث داریم قبل از ظهور امام زمان سلام الله علیه کسی نمیماند که قبار ربا بش نشینه، همه هر جوری عروس و دوماد همون مرحله اول وام بانک ربا هم روز اول، خونه میخواد بانک وام ربا رش دیر که، مغازه میخواد سرمایه میخواد ماشین میخواد، چند درصد وام بهتون میدن یه ماشین بهتون میدن؟ یه روی اگه نری جمعه بوده بانک تعطیل بوده، روز پرداخت وام من روز جمعه بوده، جمعه تعطیل بوده، فردا شنبه رفتم وام بدم، میگه آقا دیروز صبح باید میمدی امروز رو اومدی 24 ساعت گذشته است، کلیک 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 دکمه میزنه میگه آقا 24 ساعت تاخیر دیر کرد بده، بابا دیروز خب بس بودی تو به من مربوط نیست، دیر کرد باید بدی. تمام فقها بدون استثنا فتوا میدن مصداق کامل ربایی حرامی که جنگ با خداست و یک درهمش حدیث صحیح امام صادق است، حدیث صحیح از امام صادق است، فرمودن یک درهم ربا گناهش بدتر از پهلو خدا از 70 زنا با مادر و دختر و خواهر خودم تو کعبه. اینجوری به خدا قرض و مرض ندارم، والله قرض ندارم، والله دلم به حال مذهبم و طرفداران مذهبم میسوزه، والله به قرآن دلم به حال نسل جوانی که میخواد بیاد رو کار، داره میاد جلو کار نیست، شغل نیست، درآمد نیست، خونه نداره، کار نداره، سرمایه نداره، مغازه نداره، زن میخواد، جوونه، دختر تو خونه، پسر تو خونه، 30 سال 14 روزنامه نوشته بود، من دارم روزنامه‌شو نگر داشتم که اگه یکی جا گفت چرا این حرفا زده بگم اینها، روزنامه نوشته بود خودم خریدم عمدن، من روزنامه نمیخرم ها، من زور به میاد پول بدم روزنامه بخرم، وقت خوندنش هم ندارم، حیف وقت خودم میاد که روزنامه بخونم، اما نه خریدمش. نوشته است که 14 میلیون دختر نزدیک 30 سال بی شوهر تو خونه مونده، اینا با در کدوم دو تا سه تا بچه داشته باشن شوهر و خونه و زندگی تو خونه موندن؟ 14 میلیون دختر شیعه 30 سال، 28 سال، 27 سال، 25 سال تو خونه مونده. او وقت که گل کاره بابا،
او وقت که گله کار دختر از 16-17-18 سال به نام کنن بیان به خواستگاریش، میخواد درس بخونه، میخواد دیپلم بگیره، میخواد فوق دیپلم بگیره، میخواد لیسانس بگیره، میخواد دانشگاه بره، داره دانشگاه میخونه، حالا آمادگی نداره هیچی، بعد نه دانشگاه میشه و نه زایشگاه، همونجا میمونه 30 سال تو خونه. حالا برو بگو احمدی چیکار کنم، چیکار کنم؟ خواب و قصه برات بگم، بیام پایین برم صدا شیره بمالم، دل خودم رو خوش کنم، دارم میسوزم. خدا خدا کسی باور نمیکنه تو که منو خلق کرده، تو که میدونی، میسوزه دلم، به تو که نمیتونم دروغ بگم، دلم میسوزه. میبینم جوان شیعه، پسر شیعه، دختر شیعه، ناموس شیعه، چیکار کنیم؟ خدایا یه صلوات بفرستید. دیگه من واقعا به قول زبور محلی سله دلم کنده شد، ولی اونایی که نباید بگم هم دیگه گفتم. تو ما دونده خدا همینجا دفنش کن، فکر شب اول قبردون باشید، بیرونش نبرید، همینجا بذارید دفنش کن و برید.